آیا در جنت شهوت و لذت جنسی وجود دارد؟ از نظر قرآن، معاد هم جنبه جسمانی دارد و هم جنبه روحانی، چرا که انسان در آن صحنه با جسم و روح حاضر می شود و طبعا باید در هر دو جنبه غرق مواهب و برکات الهی گردد. آنهایی که نعمتهای بهشتی را معنوی و روحانی می پندارند و یا تنها پاداش و لذایز معنوی و روحانی را کافی می دانند، در حقیقت از این نکته غافلند که انحصار نعمتهای بهشتی به نعمتهای روحانی مفهومش نفی معاد جسمانی است که برخلاف صریح قرآن است و اصولا جسم و روح همان گونه که در این جهان جدا از یکدیگر نمی توانستند به تکامل ادامه دهند، در آن جهان نیز برای بهره گیری از مواهب الهی جدا از یکدیگر نمی توانند باشند و در نتیجه در بهشت باید هر دو جنبه جسمی و روحی انسان از نظر لذت بردن تامین شود و تنها لذایز روحی کافی نیست. پس اگر پاداش‌های خداوند تنها به امور معنوی و روحانی محدود می‌شد و از نعمت‌های جسمانی نظیر حوریان بهشتی خبری نمی‌بود، در واقع مؤمنان از بخشی از نعمت‌ها و لذت‌ها محروم می‌ماندند، در حالی که نیاز داشتند و یا علاقه داشتند که آنها را نیز داشته باشند. با توجه به مقدمه‌ای که ذکر شد، معلوم شد که پاسخ پرسش فوق مثبت است، زیرا در آیات و روایات معصومین علیهم السلام به طور اختصاصی به این مسئله اشاره شده است که ما در اینجا به تعدادی از آیات و روایات که دلالت بر وجود لذت جنسی در بهشت دارند اشاره می‌نماییم. اول، ازدواج با حورالعین. در چند جای قرآن صحبت از حورالعین و ازدواج شده است که میگویند اهل بهشت نیز در بهشت به صورت زوج زندگی خواهند کرد و در آنجا نیز ازدواج خواهند کرد و زوجناهم بحورالعین، یعنی مؤمنان را به تزویج حورالعین در می آوریم. دوم، در مورد سوره الرحمن آمده است، امام صادق علیه السلام می فرماید خیرات حسان زنان اهل دنیا هستند که از حورالعین هم زیباتر هستند، که این زنان صالح با شوهرهای دنیایی خود در صورت تمایل و اگر شوهرانشان نیز اهل بهشت باشند زندگی خواهند کرد. سوم، در سوره واقعه آمده است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با ام سلمه فرمود اینها زنانی هستند که در دنیا در عبادت خدا پیر و سال خورده و سفید مو شده بودند که خداوند بعد از پیری در دنیا آنها را جوان و یک اندازه می آفریند که هر وقت زوجهای بهشتی نزد آنان می آیند آنها را بکر می آبند. در بهشت هر لذتی برای انسانها وجود دارد، از جمله خوردن و نوشیدن و شهوت و لذت جنسی. بنابراین در بهشت شهوت و جماع وجود دارد. مهم نیست که دیگران چه می گویند، آنها که با وحی در ارتباط نبودند. مهم این است که خداوند متعال از طریق وحی به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم خبر داده که در بهشت جماع و لذت شهوانی وجود دارد و پیامبر آن را برای امتش بیان کرده، چنان که فرمودند همانا به مرد از اهل بهشت قوت و نیروی 100 مرد دنیا را برای خوردن، نوشیدن، شهوت و جماع داده می شود. مرد یهودی گفت آن کسی که می خورد و می نوشد نیاز به قضای حاجت دارد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قضای حاجت آنها به صورت ترشحات خوشبویی خواهد بود که همچون مشک از پوستشان خارج شده و شکم را سبک می گرداند. پس تا زمانی که فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وجود شهوت و جماع را در بهشت تصدیق می کند، سخن بدون دلیل دیگران ارزشی ندارد و ما از پیامبر خود پیروی می کنیم و سخنانش را تصدیق می نماییم. در ضمن، در خود آیات قرآن به وجود حورالعین اشاره شده و بیان داشته که آنها زوج مردان بهشتی خواهند بود.